خب سلام به همتون. با یه ماشین بسیار خوش رنگ و طراحی جدید و خشن، کیا K5 یا همون اپتیمایی که قبلا میگفتن، نسخه 2021 0 کیلومتر و البته خیلی خاص‌تر اینکه نسخه GT Line هست، All Wheel Drive، یعنی هم محور جلو هم محور عقب محرک هست. این ماشین نسل پنجم خانواده اپتیما از شرکت کیا هست و طراحی به شدت خشن و تهاجمیش، مخصوصا این جلو پنجره که میبینین، چراغای ستیکه جذابش و نوری که از اینجا تیکه رفته عقب، واقعا چشم نوازه. و جلو پنجره 3D نگاه کنین، خیلی جالب شده. فقط اینجاش عقبش بسته شده، اینجا ورودی به داخل داره، دوربینه جلو مربوط به 360 درجه و سپر واقعا خوب طراحی شده. کیا قشنگ نسبت به 10 سال اخیر، یعنی 10 سال قبلی که نسخه 2010-11 وارد ایران شد، انگار 10 پله رفته جلو. کاپوتی که میبینین، خطوطی که قشنگ 6 تا خط داره، اینجا این قسمت و عضلانی تهاجمی، آینه های روی بدنه که البته این قسمت برای دید بیشتر اینجوری گذاشتم، به نظر من جالب شده. آینه هایی که روی بدنه قرار گرفته دو رنگ و نسخه فول آپشن تقریبا هست، البته نه فول، چون این ماشین محدوده قیمتیش توی بازارهای جهانی از 24000 دلار تا 42000 دلار هست، یعنی خیلی فرق داره. با انواع موتورها، بیشتری موتورهایی که روی ماشین سوار شده موتورای 1.6 لیتری توربو هست. حالا بهتون میگم مشخصات این ماشین هم چیه. رینگ های جذاب ولی یکم عجیب غریبه، 18 اینچی این ماشین، فوق لاستیک 45% که سواری خشکی داده به این ماشین. نمای بدنه طبق معمول توی کیا ساده تر از هیوندای هست و توی این نسخه هم نسبت به سوناتا محافظه کارانه تر انجام شده. سوناتا های جدید فوق العاده خطوط بدنه، تو رفتگی بیرون اومدگی زیاد دارن، ولی معمولا کیا این محافظه کاریش بیشتر هست. من یه دوره کامل دور ماشین دوباره بزنم و یه توضیح در مورد این قسمت. کیا از نسل دوم به بعد، که این نسل پنجمه، شروع کرد به اینکه ماشینای این رده، یعنی سدان های مید سایزش رو فست بک کنه، یعنی کم کم به سمت، بگیم اسپورت بک بهتره. این عقبشون صندوق این قسمت سطح افقیش کمتر شد و یکم شیبدار، شیب ملایم، انگار مثلا یکم شبیه پورشه پانامرا شده. توی سوناتا هم تقریبا همین جوری هست و کرومکاری که از اینجا قشنگ تا عقب کشیده شده، نگاه کنی از اینجا اومده و دور زده تا اومد رفته. صندوق عقب و نمای عقب رو ببینین. کیا K5، K5 که همون میشه اپتیما، K7 که میشه کیا کادنزا یعنی هم خانواده اون، و K9 همون کیا کوریس که میشه سدان فول سایز. این سدان مید سایز، سدان بیگ سایز یا همون سایز بزرگش میشه K7 و فول سایزش که میشه K9، و اینم بجه GT Line که بهتون گفتم، حالا مشخصاتش رو بهتون میدم. این پایین یه دیفیوزره به نسبت خوب، خروجی اگزوز فیک اینجا زده شده و فقط یه دونه انبار اگزوز داره اگه دقت کنید اینجا، و اون وقت خبری ازش نیست. با اینکه موتور 2.5 لیتری روی ماشین سوار شده، بریم اول موتورش رو نشونتون بدم. بله، یه موتور 2.5 لیتری 4 سیلندر خطی توربو شارژ با تکنولوژی سمارت استریم که G2.5 یا همون G2.5 لیتری سیستم پاشش سوخته GDI هست، 290 تا 300 اسب بخار و حدود 422 نیوتن متر گشتاور. وزن این ماشین هم حدود 1 تن و 577 کیلو تقریبا، و چهارچرخ محرک هم از آل ویل درایو. تکنولوژی موتور بسیار پیشرفت کرده توی این ماشین و نمای جلو واقعا آدمو دیوونه میکنه، خیلی خوب طراحی شده نمای جلو. سقف پانورامیک هم که از داخل میریم میبینیم و بریم سراغ داخل ماشین. طراحی داره طبق معمول
که من توضیح میدم اینجا نرم طراحی شده. این قسمت یه چوبه خوب خیلی خوشگل، اگه دقت کنین از این نما بهتر دیده میشه. ببینید چقدر خوب طراحی شده و این قسمت نور آبی رنگی میاد که موقعی که روشن کردم بهتون نشون میدم. اینجا باز پد نرم و این قسمت فقط پد خشک هم پلاستیک است و سیستم صوتی بوز که فوق العاده صدای خوبی داره، اونم براتون میذارم. کلیدی که با کیفیت ساخته شده، این دورشون آلومینیوم دورشون به نظر من باحاله و این پلاستیک پیانویی و این قسمت که اینجوری فاصله داره به نظر من جالبه، این حد حایلی که گذاشتن. و کلیدا به نظرم پیشرفت خوبی بوده نسبت به نسل‌های قبلیش و توی نسل بهتر مموری سیت هم داره. و صندلی‌های برقی اینجا خوش رنگ، واقعا ببینید رنگ قرمز اینجا، این رنگ تقریبا میشه گفت آبی کاربونی هم اینجا خیلی خوب شده، یعنی ترکیب این قرمز با این آبی دیگه مثل همیشه سرد و گرمش کردم. و اما داخل این ماشین، من درو ببندم که سر و صدا کمتر بیاد، فوق العاده اومدن اینجا انقلابی کار کردم. فرمون دیکات، بج جی تی اینجا، اگه دقت کنین من اینجوری نشون بدم که شما راحت‌تر بتونین ببینین و به این صورت شما میتونین صفحه کیلومتر ماشینم ببینین. تمام دیجیتال کامل، هیچ خبری از آنالوگ نیست، تا 260 رفته و یه سیستم جذاب با یه کنتراست مناسب، نه خیلی با کیفیت ولی بازم کیفیت مناسبی داره. خروجی کولر اینجا دورش آلومینیومی که واقعا به نظر من خوب کار شده و این چوب اینجا هنوز برچسبشو نکندیم، چون اگه میکندیم مثل اینجا اینجوری میشد، باید درست حسابی کنده بشه. و روی فرمون به نظر من کیفیت مناسبی داره، با اینکه خیلی حالا نیومدن خوب کار کنن متریال خوب رو، ولی بازم خوب شده، یعنی بازم این پلاستیک خوش طبق معمول این وسط کار شده، شیفتر پشت فرمون کوچولو و دست راهنمایی که واقعا کیفیت مناسبی دارن. اما این قسمت نگاه کنین، وقتی که شما از اینجا میایین، مانیتور بزرگی که این قسمت هست و طراحی فوق العاده چشم نواز، این آلومینیومی که اینجا گذاشتم واقعا کیفیت خوبی داره. استارت دکمه ایش به نظر من باحال شده، کوچولو ظریف شده و این قسمت هم خوب کار شده. سیستم صوتی هم کیفیت خوبی داره. این قسمت یه پد نرم گذاشتن، خبری از هد اپ دیسپلی نیست متاسفانه. این ماشین قیمتش حدود 33000 دلار تا 42000 دلار جا داره. و این قسمت هم ببینید اگه دقت کنین روشن شده، الان من ماشین روشن کنم اینا روشن میشه، توی شب بهتر دیده میشه از روز این قسمت نوری که اینجا هست. و این قسمت از اینجا به بعد دیگه شده پلاستیک خشک متاسفانه و خبری از کیفیت و چرم و اینجور چیزا نیست. و اینجا هم سیستم ایر کاندیشن دوال هم هست، خوب کار شده، خبری از صندلی گرم کن و سرد کن متاسفانه نیست. این قسمت دو تا خروجی، یه دونه USB، یه دونه انبر شارژر، یه دونه سوکت 12 ولت و دست دنده‌ای که به نظر من ظرافت خاصی نداره بگیم خیلی باحال طراحی شده، نه متاسفانه زیاد جذاب نیست. این قسمت گیرباکس هر سرعت دو کلاچه داره این ماشین و اینا مودهای رانندگی که به این صورت ببینید قشنگ عوض میشه، خیلی باحال، حالت اسمارت، حالت اکو، حالت کامفورت، حالت اسپورت و حالت کاستوم که خودتون شخصی سازیش میکنین. و این قسمت که شارژر موبایل هست، شما فشار میدی موبایلتون این پشت موبایلتون رو شارژ میکنه. اینم دوربین 360 درجه و سنسور پارک و اوتو هولد و ترمز پارک. و اینم یه محفظه ای که هیچی توش نیست، هیچ امکاناتی تعطیل. کاپولدرایی که دیگه من اصلا و یادم رفته، ولی اینجا ظاهرا یه چفت و بند مناسبی داره، عمق مناسبی هم به نسبت داره. و سویچی که به نظر من
ساده طراحی شده، چیز خیلی ساده است دیگه، تعریف خاصی نداره. سقف پانورامیک اگه دقت کنین به این شکل تا عقب هم میره، حالا نصفش رو وهم دادیم اینور، حس و حال باحالی داره. جنس پارچه سقف یه جنس میشه گفت معمولی، خیلی خفن و خوب نداره، ولی دستگیرها رو من کیف کردم. دستگیرها کیفیت مناسبی داره، حس متال میده، حس فلز میده، ولی فلز هم نیستن. و بریم سراغ عقب، جایی که متریال دوباره همون متریال روی دری جلو هست و خوشبختانه گدابازی اینجا به خرج ندادن دیگه، و پرده‌ای هم که به این صورت دستی بالا پایین میشه که اینم آپشن به نظر من خوبیه، کاش برقی می بود حالا بهتر بود. صندلی خودم رو جلو با قد 184 تنظیم کردم، پا کامل زیر میره، اینجا فاصله مناسبی داره، فقط سرم مماس به سقفه، یعنی قشنگ چسبیده به سقف دیگه. الان شما نمی‌بینین اینجا این قسمت خروجی کولر داره خوشبختانه، و دو تا خروجی شارژ یو اس بی که به نظر من چیز خوبیه، دو تا یو اس بی خیلی خوبه. الان بلنگوی بوز، سیستم بوز هم اینجا، و عقب هم همینطور. ببینید که بلنگوی بزرگ ساب و همه چی دیگه قشنگ میتره کنه. کاپولدارایی که متاسفانه دیگه ساده معمولی از این نویاست. حالا اون هیچ، اینم یه نمای دیگه از جلو بدون سالار و تنهایی میتونین اینجا رو ببینین. و این قسمت هم پشت فرمون، اینم رو دریا. خب اینم از یه نگاه کوتاه به کیا K5 یا همون اپتیمای خودمون، که دیگه کیا کلا ماشیناشو کدگذاری کرده به خاطر اینکه این ماشین هنوز پلاک رسمی نگرفته و در حد برچسب و اینا هست، من نمیتونم فعلا رانندگی کنم باهاش، و در همین حد که جذابیت ها و یه سری آپشن های این ماشین رو دیده باشین کافیه. البته نسخه های از این ماشین فول آپشن تر هم هست که قیمت ها تا 42,000 دلار میره، ولی شما بگین که نظرتون چی بود به عنوان ماشینی که نسل سوم و چهارمش تو ایران بوده، کیا اپتیمای 2012-13 تا 17 ها، و این ماشین هم نسل بعدیش هست، یعنی آخرین نسل نسخه 2021. فقط این نکته رو نگفتم که این عقبش خیلی شبیه هیوندای آزارا، لکسوس آی اس، لکسوس ای اس و همه ماشین تقریبا اینجوری شدن. نمیدونم حالا کی از کی داره کپی میکنه این قضیه رو، ولی تا جایی که بدونم ابداع کننده این چراغ یک سره شرکت داج بود و به نظر من از اونجا به بعد بود دیگه. الان حتی پورشه ماکان هم داره اینو میذاره و لکسوس و همه دیگه اومدن دنبال این نوع چراغا. به هر حال نظرتون رو بگین، خوشحال میشم که در مورد این ماشینای خاص که یهویی وارد ایران میشن و ماشینای ارگانای دولتی هستن، اصلا شخصی نیستن که بخواین شما اعتراض کنین که چرا وارد میشه یا فلان، و ماشین خاصی هستن نظر بدین و بگین که چه ماشین دیگه براتون بررسی کنم. امیدوارم از این بررسی راضی بوده باشین و تا بررسی بعدی بدرود.